آیا دولت قراره حسابهای بانکی ما رو چک بکنه و ازش مالیات بگیره؟ آیا قراره که دخل و خرج زندگی ما از طرف دولت کنترل بشه و بابتش مالیات بپردازیم؟ حالا که بودجه قراره با سهم بیشتری از مالیات اداره بشه، آیا ما باید نگران وضعیت کسب و کارمون باشیم؟ این ویدیو بیشتر برای کاسبان هست، برای کسانی هست که کسب و کارهای آزاد دارن، برای کسانی هست که سرمایه گذاری انجام میدن، برای کسانی هست که گردش مالی های بالا دارن. بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندید. دولت قراره که سهم مالیات رو توی بودجه 99 همونطوری که توی یکی از ویدیوهای قبلی گفتم ببره بالا، ولی اعلام کرده که به حقوق 3 میلیون تومان مالیاتی تعلق نمیگیره. یعنی حقوقهای بالای 3 میلیون باید مالیات حقوقشون رو بپردازن، مالیات بر درآمد رو بپردازن. از طرفی زمزمه هایی هست که قرار است هنرمند مالیات بگیرن. از طرفی نمایندگان مجلس میان میگن که آموزشگاه ها و خدمات آموزشی باید مالیات بدن. چقدر ما باید نگران حسابای بانکیمون باشیم؟ من به شما میگم یه حساب 2-4 تای ساده است. 3 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان معاف از مالیات. در سالش میشه 36 میلیون تومان. یه حساب سرانگشتی با ایدی و موارد مختلفی که دریافت میشه، یه چیزی حدود 120 تا 130 میلیون تومان در ماه در سال معاف از مالیات. بنابراین اگر گردش مالیتون، اگر ببخشید سودتون در سال حدود 200 میلیون تومان هست، نگران باشید. چون ممکنه سراغتون بیان و بخوان از حقوقتون، از پولی که در میارید مالیات بگیرن. به تعبیر دیگه اگر درآمدتون، اگر گردش مالی حساب هاتون بالای 1,500,000,000 هست، بالای 2,000,000,000 هست، ممکنه که همین روزایی که با تو تماس بگیری و بگی که بیاد حساب کتابتون رو با هم بررسی کنیم. من این رو از این جهت میگم که خیلی ها نگران این قضیه هست. خیلی از کارفرین ها، خیلی از سرمایه گذاره نگران این هست که حسابشون بررسی بشه. پیشنهاد ساده ای هم براتون دارم، اونم اینه که حسابتون بین اعضای خانوادتون تقسیم کنیم. حساب کتاب و گردش مالیتون جوری باشه که گردش مالی بالای 2,000,000,000 تومان در سال برای هیچ کدوم از اعضای خانوادتون وجود نداشته باشه. در غیر این صورت ممکنه که توی سال 99 احتمال زیاد و یا توی سال بعدش دولت بیاد سراغ شما. پول نقد هم که نمیتونید نگه دارید، طلا هم که بخرید ممکنه بره بالا بیاد پایین، یه سری اتفاقی از این دست بیفته. پس من توصیه‌ام اینه که یا پولتون رو سرمایه گذاری کنین که این بهترین و گزینه طلاییه که پیشنهاد میکنم. حالا سرمایه گذاری میتونه تو بورس باشه، توی کسب و کار جدید باشه، توی هر چیزی باشه. پولتون رو سرمایه گذاری کنید یا اینکه حساباتون رو پخش کنید. کسایی که سرمایه بالایی دارن نمیتونن حسابشون رو پخش کنن، بنابراین بهتره که پولشون رو سرمایه گذاری‌های بلند مدت بکنن، یک ساله، دو ساله و حتی بیشتر. مثلا میتونین، حالا من البته توی برنامه از کجا شروع کنیم، برنامه خودم معمولا ایدئایی با سرمایه خیلی کم میشه شروع کرد رو میگم، ولی ایدئایی بزرگتری هم هست. میتونین نیروگاه مثلا تأسیس کنین، یه نیروگاه خورشیدی مثلا، کارهای بزرگ انجام بدید و سرمایه‌تون رو اونجا بخوابونین. این نیروگاه یا هر کار دیگه که انجام بدید بازگشت سرمایه‌ای خواهد داشت. اون بازگشت سرمایه هم میتونین سرمایه‌گذاری بکنین و عملاً با این اتفاق فعلاً هم به اقتصاد کمک کردین و هم مالیاتی نپرداختید. اینو در پاسخ شما عزیزان میگم که نگران پرداختن مالیات بودی. دیگر دوستانی که حالا شاید خوشحال بشن که ثروتمندا مالیات بدن، بله ثروتمندا خیلی خوبه که مالیات بدن و این مالیات رو دولت بتونه بگیره و هزینه بکنه صرف مواردی که به نفع هم است، چه اون ثروتمندا چه اون قشر فقیر. ولی ثروتمندا بهتره که این پول رو سرمایه گذاری کنن، اشتغال ایجاد بکنن، ارزش افزوده درست بکنن که باعث رشد اقتصادی بشه، که اینجوری هم خودشون نفع بیشتری بردن هم فقرا نفع بیشتری بردن. بنابراین این راه طلایی رو فراموش نکنید. ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید توی دیدگاه بپرسید. ممنون میشم اگر کانال یوتیوب و
آپارات من یا صفحه اینستاگرام هم دنبال کنید که بتونیم از نزدیک با هم در ارتباط باشیم. مواظب خودتون باشید.